به نام خدا. با سلام خدمت شما بینندگان گرامی، امیدوارم تا انتهای این قسمت تازه بنده رو همراهی کنید. جا داره ایام دهه فجرم خدمت شما تبریک بگم. خب، به منظور پیشگیری از ابتلا به برخی از بیماری‌ها و ارتقای سطح سلامتمون چی کار باید کنیم؟ چند تا توصیه بسیار ساده است. اگر اینها رو رعایت کنید، مطمئن باشید بدنی سالم، جسم سالم و زندگی بهتر و شادابتر خواهید داشت. اولا استفاده از انواع غذاها. وقتی انواع غذاها رو ذکر کنیم، آقای دکتر طاهری مهمون محترم برنامه فرمودن انواع غذا ما کلا 3 دسته غذای اصلی داریم. حالا ویتامین ها و ریزمغذی ها رو میذاریم کنار و مکمل ها، 1 چربی ها مثل روغنی که داخل غذامون میریزیم، چربی که در گوشت گوسفند وجود داره یا سایرین، و دسته پروتئین ها. پروتئین ها همون ترکیباتی که در لبنیات، در گوشت، در پروتئین های گیاهی مثل سویا و غیره وجود داره. و وقتی صحبت از کربوهیدرات یا خانواده غلات می‌کنیم، منظور هر چیز شیرین، اهم از قند، برنج، ماکارونی، سیب زمینی و نان. پس این استفاده از انواع غذا یعنی به صورت مرتب و منظم هر سنو خانواده مهم غذایی رو در دستور رژیم غذایی و سفره خونمون داشته باشیم. مسئله بعدی ایجاد تعادل میان غذای مصرفی، فعالیت بدنی با وزن بدن اون. مسئله بعدی استفاده از رژیم های غنی از حبوبات، سبزیجات و میوه‌جات. و در انتها استفاده از رژیم غذایی کم شیرین، کم چربی، کم کلسترول، کم نمک و سدیم. اما اینجا جا داره یه مسئله رو بگم. رژیم غذایی که برای بزرگسالان و کودکان توصیه میکنیم یک مقدار با هم متفاوتن، چرا که کودکان در سن رشد قرار دارن و در این سن نیاز به منابع سرشار هیدروکربن و چربی برای رشد و نمو دارن. پس در نتیجه در کودکان هیدروکربن ها یا همون خانواده نشاسته مثل برنج، نون، ماکارونی، سیب زمینی، به ویژه خود برنج که بسیار برای کودکان و رشدشون مفیده رو بیشتر توصیه میکنیم در کنار چربی، در صورتی که در بزرگسالان عرض کردم یه مقدار دقت کنیم رژیممون کم چربی، کم شیرین تر و مواد هیدروکربنی کمتری در داخلش گنجونده بشه. یه مسئله دیگه در مورد تغذیه کودکان. کودکان تا سن 6 ماهگی بارها گفتیم انقدر این مسئله مهمه، هر چقدر بگیم کم گفتیم. تا سن 6 پایان 6 ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر، نه آب نه هیچ چیز دیگه، نه سوب، نه هیچ، حتی داروها با نظر پزشک بجز قطره آده که از 15 روزگی آده یا مولتی ویتامین تا پایان 1 سالگی برای کودکان تجویز میشه. از پایان 6 ماهگی تا 1 سالگی غذای اصلی کودک شیر مادره، یعنی 2/3 غذا رو شیر مادر تشکیل میده. غذای کودک رو به کودکمون شیر میدیم. وقتی که سیر شد غذای کمکی رو که حالا در برنامه قبلی در موردش مفصل بحث کردیم به شیرخارمون میدیم که میل کنه. بین 1 سال تا 2 سالگی دیگه کودک رو میاریم سر سفره خانواده میشینیم و هر غذایی که خانواده میل میکنه با رعایت کردن مسائلی که عرض کردم کودکمون هم میل کنه. اما کودک اون یه سری مسئله دیگه هم نیاز داره، املاح، مواد معدنی، ریزمغذی‌ها و ویتامین‌ها. سبزی و میوه میتونن تامین کننده املاح و ویتامین‌ها باشن برای کودکانمون. شیر و لبنیات تامین کننده خوبی برای کلسیم، فسفر و پروتئین هستن. گوشت و حبوبات و تخم مرغ هم میتونن پروتئین بیشتری به فرزندان ما برسونن. خب بریم سراغ تره فرنگی. راستش من داشتم این مطلب آماده می‌کردم، یه وقت در مورد تره فرنگی شک داشتم، با یکی از بزرگتره خانواده صحبت کردم، ایشون گفتن تره فرنگی شبیه تره خونگی خودمونه، تره که تو سبزیجات می‌خوریم، یه مقدار درشت‌تر و ضخیم‌تر. تره فرنگی بسیار سبزی مفیدیه. متخصصان اعتقاد دارن مصرف تره فرنگی مانند سیر و پیاز از ابتلا به سرطان پروستات جلوگیری میکنه و سبب تثبیت قند خون میشه. تره فرنگی حاوی منگنز، ویتامین سی، B6، آهن و از بالا رفتن کلسترول بدن جلوگیری میکنه. همینطور تره فرنگی سبب کنترل فشار خون میشه و از بروز حملات قلبی و سکته ها جلوگیری میکنه. اینم دقت کنید، تره فرنگی که رنگ سبز تیره دارن و انتهای سفید دارن مفیدترن و اضافه میکنن و هرچی جوانتر و کوچکتر باشن اثر درمانیشون بیشتر و بهتره.
اما ماده طبیعی دیگه‌ای که خوشبختانه در استان ما خیلی یافتیشه، بهتره که بیشتر ازش استفاده کنیم، آب قوره. قوره میوه سبز رنگ و نارس انگوره و طعم ترشی داره. قوره دارای اسیدهای عالی بسیار مفیدیه و برای افراد مبتلا به چربی خون بسیار مفیده و اگر همراه سالاد میل بشه در کنترل چاقی هم سودمند خواهد بود. قرقره کردن آب قوره در درمان ورم و التهاب مخاط دهان، حلق و مری و نرمی لثه بسیار موثره. عرض کردم آب قوره به درمان چاقی مفرط هم کمک میکنه. حالا چاقی مفرط رو در ادامه بحثم خدمتتون میگم. بیماری اسکوربوت که به علت کمبود ویتامین C در بدن ایجاد میشه با آب قوره درمان میشه. آب قوره همچنین به علت دارا بودن تارتارات پتاسیم در درمان دردهای سیاتیکی و روماتیسمی بسیار موثره. این مطلب آخر بگم، در درمان اسهال‌های ساده نیز آب قوره کاربرد داره. اما مطلب آخرمون، برای بررسی اینکه یک فرد چاق مناسب یا لاغره واقعا باید چی کار کرد، متخصصان تغذیه و پزشکان یه روش بسیار ساده و جالب رو ابداع کردن که به صورت ساده خودتون همین الان میتونید برآورد کنید که اضافه وزن دارید، لاغرید یا متناسبید. فقط کافیه وزنتون رو، عدد وزنتون رو به کیلوگرم تقسیم کنید به عدد قدتون به متر به توان دو. مثلا اگر قدتون 1 متر و 90 سانتی متره و وزنتون 90 کیلوگرمه، 90 رو عدد 90 رو تقسیم میکنید بر 190 سانتی متری که عرض کردیم در واحد متر میشه 1.9. 1.9 رو به توان 2 میرسونید و عدد بالایی رو تقسیم بر اون میکنید. در نتیجه شاخص توده بدنتون رو میتونید حساب کنید و به دست بیارید. توصیه میکنم همین الان این کارو امتحان کنید و اگر واقعا اضافه وزن دارید، ضمن اینکه اگر شدید این مسئله که حالا میگه پزشک مراجعه کنید و اگر نه در موارد اضافه وزن معمولی حتما این رژیم غذایی یا فعالیت بدنی رو مد نظر داشته باشید. اگر شاخص توده بدن یا BMI یا بادی ماس ایندکس کمتر از 18.5 باشه، فرد کمبود وزن داره. اگر بین 18.5 تا 24.9 باشه، فرد در محدوده نرماله و اگر بین 25 تا 29.9 باشه اضافه وزن داره و اگر بیشتر از 30 باشه فرد چاقه. خب فهم کنم مطالب اون تموم شده. بله، فقط دقت کنید که فردی که مبتلا به چاقی باشه متاسفانه تبلیغات بسیار نادرستی میبینیم در رابطه با کرمها و پمادهای لاغری موضعی، داروهایی که تبلیغ میشه در رسانه‌ها و تلویزیون‌های بیگانه و غیر معتبر. توصیه میکنیم برای اینکه مشکل چاقی دارید حتما با پزشکتون مشورت کنید. سرخود به هیچ عنوان اقدام مصرف دارو، به ویژه این داروهایی که توصیه میکنم به صورت خوراکی برای کاهش وزن یا برای شکل دادن اعضای مختلف بدن استفاده میشه، هیچ وقت و هیچگاه جایگاه علمی نداره. امیدوارم مراقب سلامتیتون باشید. روزهای جشن استفاده کنید. تا فرصت بعدی، بدرود. خیلی متشکرم آقای دکتر هاشمیان، صحبت ها خیلی خوب و مفید بود. انشاءالله در مورد مواردی هم که اشاره کردید ما از آقای دکتر طاهری هم صحبت های تکمیلی رو خواهیم پرسید. ظاهرا سوالی دارید. یه سوال دارم خدمت استاد طاهری، مهمون محترم برنامه. خب ما میدونیم که نعنا یا عصاره نعنا در درمان ورم و نفخ معده کاربرد داره، به صورت قرص هم در بازار وجود داره. میخواستم این سوال رو در مورد زیره بپرسم که آیا زیره همچین جایگاهی داره. این سوال اولمه، اگه نگید خیلی امروز وقتتون رو گرفتم. یه سوال دیگه هم دارم، این هم اینه که متاسفانه در خانم جوان دیده میشه که برای اینکه وزنشون رو در محدوده نرمال حفظ کنن، اقدام میکنن به برگرداندن مواد غذایی خورده شده بعد از غذا خوردن به صورت اختیاری، یعنی آگاهانه غذای خورده شده رو به بیرون از طریق دهان خارج میکنن. واقعا میخواستم بدونم این کار رو توصیه میکنن پزشکان و کارشناسان تغذیه و متخصصین گوارش، اگر سود داره چی، اگر ضرر و زیانی داره به چه صورته. خیلی متشکرم، حتما آقای دکتر ازش میخوام که پاسخ بدن. یه گزارش آماده است، گزارش رو میبینیم، بعد پاسخ آقای دکتر رو هم انشالله خواهیم گرفت در بخش درمان و کنترل اضافه وزن. انشالله در این خصوص هم صحبت خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم آقای دکتر هاشمیان و با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، سپاسگزارم. ادامه برنامه رو در خدمتتون هستیم. یه گزارش رو میبینیم، بعد از اون در خدمتتون هستیم. 1 دقیقه و 51 ثانیه هست، کوتاست، و بعد از اون انشالله صحبتی سوالی رو که آقای دکتر هاشمیان هم پرسید از آقای دکتر میپرسیم. سوالم زیاد داریم، تلفنم خیلی زیاد داریم، پشت خطیه. تغذیه
تغذیه چه نقشی در سلامتی بدن داره؟ تغذیه خیلی زیاد. تغذیه لبنیات، گوشت، فرآورده‌های لبنی، سبزیجات مخصوصا خیلی میتونه تاثیر داشته باشه تو سلامتی ما و بچه هامون. خیلی زیاد. مثلا لبنیات، سبزیجات خیلی مفیدن برای بچه ها. تغذیه چه نقشی در سلامت بدن داره؟ نوع تغذیه به مراتب خیلی تاثیرگذاره. چرا؟ تغذیه که توأم با مسائل کیفی باشه یقیناً انرژیزا خواهد بود و قدرت و توان انسان رو بالا میبره. منظورتون از تغذیه کیفی چیه؟ غذای طبیعی، غیر کنسرو. معمولا میان پفک، چیپس، از این چیزا تناول میشه، یقیناً هیچ انرژی ایجاد نمیشه بلکه یک کاهش انرژی هم میشه. سلامت و تغذیه و ارتباط میان این دو موضوع برنامه امشب ما هست. آقای دکتر حسن طاهری، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، مهمان ارجمند برنامه هستن. عزیزان زیادی هم تلفن کردن. الان هم یه عزیز پشت خطی داریم که سوالی رو میخواد از ما بپرسه. سلام عرض میکنم حضورتون و شب بخیر بهتون میگم. سلام علیکم خدمت آقای دکتر و آقای غلامی. بله خیلی متشکرم. اگر بلندتر صحبت بفرمایید. از کجا تماس میگیرید؟ از تونکابون، از نشتارود تونکابون تماس میگیرم. نشتارود. خیلی متشکرم از اینکه از این راه دور با ما در ارتباطید. بعد سوالتون رو مطرح بفرمایید. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم. ضمن تبریک این ایام میخواستم از آقای دکتر این سوال رو بپرسم. تصوری دارم 18 سالشه، بعد هیچ گونه اشتهایی به سبزیجات مثل کاهو اینا نداره، بعد همینطورم هم چاقه، خیلی هم دوست داره لاغر بشه. گاهی اوقات هم شب خیلی بیقراری میکنه نسبت به خواب که مثلا نمیتونه درست بخوابه و اینا. همین میخواستم از آقای دکتر بپرسم چیکار کنم. جدیدن هم گفتم شاید مثلا مال خونش باشه، ببرم هلال احمر تونکابون خون بده. منتهاش رو حالا وایستادم دیدم آقای دکتر اینجوری صحبت کردن، گفتم یه تماس بگیرم اول مسئلتی با آقای دکتر بکنم بعد جوابشو. چاق هم هستن ایشون؟ تقریبا 90 خورده ای چاقن. 90 خورده ای کیلوه. قدشون چقدره؟ قدشون نزدیک 1.80 متر. 1.80 متر. خیلی متشکرم. سوالی از این خواهرمون ندارید؟ نه. خیلی متشکرم. بیننده باشید و پاسخ رو دریافت بفرمایید. آقای دکتر، حالا بحث یک جوان 18 ساله، ما فکر می‌کنم 18 سالگی یک زمان خاصی هم هست و اگر فرد بخواد در آینده فرد چاقی بشه و یا اگر بخواد یه فرد معمولی بشه، از همینجا یواش یواش شناسنامش به قول گفتنی معلوم میشه و به اون جرگه خواهد رفت. الان شرایطی که این جوان یا نوجوان بگیم داره به چه صورتی است و آینده رو چجوری برای همچین مواردی که فکر میکنم مبتلا به هم زیاد داشته باشیم در این خصوص؟ ببینید، من فکر میکنم که عادتهای غذایی ما خیلی سریع داره تغییر میکنه. الان اصطلاحاتی وارد فرهنگ لغات ما شده که این اصطلاحات قبلا اصلا وجود نداشتن، مثل مکدونالدیزیشن، همبرگریزیشن. یعنی شما میبینید که در جوامع داره یک به قول معروف گرایشی پیدا میشه به سمت خوردن فست فودا، به سمت خوردن چیزهایی که وزن رو اضافه میکنند در این حال که چیزهای سالمی نیستند و مصرف بعضی از چیزها مثل میوه ها و سبزیجات داره کم میشه. یه نمونش همین دوست ماست که مادرشون راجع بهش صحبت کردن. عادت های غذایی ما از بچگی در حقیقت شکل میگیرند. شما چند درصد بچه ها رو میشناسید که دوست داشته باشن غذای خونگی رو بخورن وقتی که اجازه داشته باشن که غذایی رو در بیرون بخورن به صورت فست فود، ساندویچ بخورن، همبرگر بخورن؟ اصلا الان دیگه تمایل عجیب به وجود اومده به سمت مصرف یه همچو چیزهایی. اگر ما از اول بچگی یه همچو چیزهایی رو بتونیم کنترل بکنیم، خب این صفت ثانویه در اینها خواهد شد و خواهند رفت به سمت یه زندگی سالم تغذیه‌ای. ولی میبینید که در اغلب مواقع اینطوری نیست.
من میخوام بگم که پایه سلامت تغذیه‌ای در یه همچو فرد